مرحله اول ما باید در نظر داشته باشیم آنچه که دکترین کیسینجر گفته شده بود که از سال 1977 با روی کار آمدن مناخیم بگین که راستگرا بود و دولت ائتلافی او در تقابل با آنچه که سوسیال دموکرات و نیو مارکسیست ها که قبلا حزب کارگر و دولت ائتلافی اون رو در اصلش جان زنده یاد رابین قرار گرفته بود، ایتخاک رابین رو به کنار زد و روی کار آمدن مناخیم بگین سعی بر این بود که اراضی که تحت کنترل اسرائیل بود من جمله سینای رو در اختیار مصر قرار بذاره و حتی غزه که از این طریق بتونند به یک صلح بر حال پربهایی و پویایی پایداری بر دست بیابند و جدن موفق شدند که ما میبینیم از 1979 تا به الان سالهای بیش از 40 سال داره میگذره و این جدن صلح پایدار هست و تا اندازه‌ای که در اون موقع خود انور سادات زندیات که جدن فرد دلاوری بود که شاه فقید ایران رو میزبان او بود تا روزهای آخر و میدونیم که مکان درگذشت و خاک سپاری این جانباز و سرحشور ایران ساز محمد رضا شاه پهلوی هنوز در مصر و در قاهره هست. آنچه که به هر حال اهمیت خاصی داره برای اینی که دستهای پشت پرده برای این بوده که تا اونجایی که ممکنه بین سیاست‌هایی که در یعنی بین روسیه و جنگ سردی که در اون موقع بود، بین روسیه و اتحاد جماهیر شوروی که در اون موقع بود در سال‌های 90 و آمریکا و دکترین کیسینجر و همینطور در نظر باید داشته باشین، همیشه ما میایم نقد می‌کنیم از آنچه که در اسرائیل داره می‌گذره. یک دولت دموکراسی وقتی که دولت ائتلافی روی کار میاد سیاست‌هایی رو اتخاذ می‌کنه در دوران جنگ سرد و در دوران جنگ سردی که در تا سال‌های 90 بود چه مناخیم بگین چه قبل او دولت ائتلافی دست چپی سعی بر این داشتن که مماشات داشته باشن با اتحاد جماهیر شوروی برای اینکه جای پای اتحاد جماهیر شوروی همیشه در کشورهای انقلابی سوریه، عراق و فلسطینیون که اونها هم دسته چپی بودن، نیو مارکسیست بودن و تروریستی بودن همیشه یافت میشد. همینطور گروه های تروریستی دیگه که اینها باشون همکاری داشتن.